ادامه شبت. و گفتش که مریض اومده خون ریزی داشت و کاپوت مدوزا و اینا تشخیص دادن، سی تی اسکن کردیم، حالا میتوان به راحتی فهمید که آیا بیمار زمینه ای مهم مثل سیروز دارد یا خیر، که این مسئله در بیماران همیشه باید با دقت بررسی کرد. در این عکس بیمار دارای آسیت شدید است و شکم کاملا برآمده است. این عکسی که اینجا نیستش. طرح وریدی کاملا روی شکم برجسته است. ژنیکوماستی تمپورال ماسل ویستینگ دارد. اینجا بیمار دیگری وجود دارد که آسیت خیلی شدیدی دارد که دنده ها استخوان ها به خصوص در صورت کاملا حالت کاشکتیک، یعنی ضعف و لاغری دارد. کاشکتیک یادته؟ کاشکتیک رو چکنیم بودیم پروتئین و لبزورفن دیفیشنسی. ولی شکم کاملا برآمده و حتی گاهی اوقات مراجعه بیمار ممکن است به خاطر همین برآمدگی شکم باشد. این عکس همان طرح وریدی روی شکم است. همه وریدها کاملا از ناف به طرف بالا می روند که به آن کاپوت مدوزا می گویم. در این عکس شکمی وجود دارد که ناف کاملا برجسته شده. در بیمارانی که به علت بزرگ شدن شکم مراجعه می کنند ممکن است در اثر چاقی، جمع شدن هوا در روده ها، به علت انسداد و یا جمع شدن آب در روده و ایجاد آسیب در روده ها که در اینجا ناف به صورت کاملا برجسته بیرون میزنند، که یکی از علامت های دیگر سروز، پالمار اریتما، ژنیکوماستی و واریس هایی است که در اینجا ایجاد میشوند. در ناحیه اینوس هم ممکن است بیمار هموروئید، واریس، کاپوت مدوزا، یعنی عروق خونی رکتوم زده باشه بیرون و علائم عروقی که در پورتال هایپرتنشن معمولا ایجاد میشود پیدا کنم. یکی از کارهایی که برای تعیین واریس میتوان انجام داد اندوسکوپی است، چرا که وقتی بیمار اندوسکوپی میشود میتوانیم واریس ها را ببینیم. بعد یه تیکر را نمیخونم. مسئله دیگری که در بیماران سروزی ایجاد میشود آسیت است، که یکی به خاطر پورتال هایپرتنشنه، وقتی که فشار هیدروستاتیک در داخل عروق بالا میره و اکستراوازیشن مایع ایجاد میشه و این نیز منجر به ایجاد آسید میشه و این یکی دیگه از دلایل ایجاد آسیده. ولی میدانیم که یک فشار آنکوتیک هم داریم، فشار آنکوتیک، اوکی؟ که به دلیل کم بودن آلبومین است. پس فشار اونکوتیک به دلیل کم بودن آلبومین است. پس دو عامل داریم، یکی فشار هیدروستاتیک بالا و دیگری فشار اونکوتیک پایین که موجب ایجاد آسیت می شود. بعد میگه علاوه بر اینها وقتی بیماری سروز دارد و آسیت در او ایجاد می شود و به خاطر آن نیتریک اکساید زیادی که در بدن او وجود دارد مقداری وازودیلیشن احشایی برایش ایجاد می کند و عملا این عوامل در به وجود آمدن آسید و وازودیلاتاسیون های احشایی منجر به این می شود که اینتراوسکولار ولیوم کم می شود. در هر صورت این آسیب دیدگی ایجاد می شود و خروج مایع از عروق صورت می گیرد که این هم موجب کم شدن اینتراوسکولار ولیوم می شود که با کم شدن آن سیستم رنین آنژیوتنسین آلدوسترون فعال می شود. پس چرا سیستم فعال شد؟ چون این او تخریب نشد تو لیور، این او اومد تو احشا، وازودیلیشن تو احشا انجام داد، حجم خون تو احشا چیز کرد، بعد اکستراوازیلیشن شد، رفت تو آسید مایه، حجم خون افتاد با این، بعد داره میگه سیستم رنین آنژیوتنسین آلدوسترون فعال میشه که یک مکانیزم جبرانیه. از هایپوکلسیم پتاسیمیا میگیریم. حالا اونشو نمیدونم. بعد میگه چون بدن فکر میکنه که با کم بوده حجم خون مایه آت رو برو شده. پس در بیماری که سروز داره به دلیل کاهش حجم داخل عروقی ناشی از آسید و وازودیلاتاسیون های عروقی احشایی سیستم رنین آنژیوتنسین به طور جبرانی فعال شد تا بازجذب آب و نمک را در گلومرول های کلیه افزایش بده. با جذب آب و نمک از توبول های کلیه منجر به ارتباط آب و نمک میشه و آسید را تشدید میکنه. پس شد آب و نمک ها بیشتر جذب کرد از گلومرولا، اوکی؟ حالا با جذب آب و نمک از توبول‌های کلیه منجر به ارتباط آب و نمک می شود و آسید را تشدید زیاد می کند. چرا؟ اولش برای چی از این قضیه شروع شد؟ آب و نمک دوباره زیاد می شود دیگه، باز دوباره آب و نمک زیاد بشه
بعد داره میگه پس در بیماری که این سروز داره این اتفاق میفته. در بیماری که سروز دارد ما هایپر آلدوسترونیسم داریم، بعد یعنی آلدوسترون زیاده. از طرف دیگر ما هورمون دیگری داریم به نام ADH. داره یه تیکه که نفهمیدی ما توضیح میده ها. از طرف دیگر ما هورمونی داریم به نام ADH که هم هورمون ضد ادراریه که همراه با زیاد شدن آلدوسترون ADH نیز زیاد میشه. در پاسخ چرا؟ چون که آلدوسترون زیاد شد چون فکر حجم خون کمه. ADH آنتی دیوریتیکه، میگه خب حالا که حجم خون کمه منم کمک آلدوسترون میکنم، نمیذارم ادرار دفع بشه، آنتی دیوریتیک هورمون. بعد میگه که در پاسخ به کاهش حجم داخل عروقی جذب آب را از کلیه ها بیشتر میکنه و کاهش بیشتر میکند و چون جذب آب بیشتر میشه ما کاهش غلظت سدیم را داریم، در حالی که سدیم بدن پایین نیست اما به خاطر افزایش آب غلظت اون کاهش پیدا کرده. میزانش درسته اما چون آب زیاده سدیم دیلیوت شده، ما میبینیم سدیم کمه، غلظت سدیم کم داریم، در حالی که سدیم بدن پایین نیست اما به خاطر افزایش آب غلظت آن کاهش یافته است که میتواند فرد را مستعد ابتلا به هپاتیک انسفالوپاتی کند. یکی از کارهایی که برای فردی که آسیب دارد انجام میدهیم این است که آب شکم را میکشیم، یعنی تپ میکنیم، آب میکشیم بیرون، لوله میذاریم آب میکشیم بیرون. میگه یکی از راه‌های افتراقی آسیت سروزی با آسیت غیر سروزی گزارش آزمایشگاهیه. آلبومین مایع آسیت است. بر اساس مقدار آلبومین میگوییم که لو سگ یا های سگ است. با اندازه گیری آلبومین مایع آسیت و همزمان آلبومین سروم خون و کم کردن آنها از هم، یعنی آلبومین سروم را از آلبومین مایع آسیت کم میکنیم. اگر این اختلاف بیش از 1.1 باشد میگوییم مریض های سگ، یعنی ترانزودا، و اگر کمتر باشد میگوییم لو سگ یا اگزوداست. پس فقط فرق اینجا اینا من میخوام یاد بگیرم که آقا جان فرق آسیت سروتیک و نان سروتیک تو میزان آلبومینشونه. بعد میگه سگ یعنی سروم آسیت آلبومین گرادیان، سروم آسیت آلبومین گرادیان میشه سگ، اوکی؟ یعنی اختلاف آلبومین سروم و آسید. اهمیت اون چیه؟ اگر بیماری های سگه، های سگ آسید داشته باشه، یعنی اختلاف سرم آلبومینش و آسید زیاد باشه، یعنی اختلاف در فشار هیدروستاتیک و اونکوتیک به وجود اومده. مثلا بیماری که سروز داره آسید های سگ هم داره، نارسایی قلبی هم های سگ آسید داره. وقتی لو سگ ایجاد میشه که اختلال پرده سفاق باشه، وقتی های سگ میشه اختلال قلبیه، وقتی لو سگ میشه اختلال پرده سفاق یا پریتونئومه و نفوذپذیری پریتونئوم افزایش پیدا کرده. مثلا در بیماری که کانسر کلون داره یا کانسر معده داره و متاستاز به سفاق داده باشه، نفوذپذیریش افزایش پیدا کرده باشه. مثلا بیماری که کانسر کلون و پریتونئوم کلون معده و متاستاز به سفاق داده و پریتونئوم رو درگیر کرده است، آسیت لو سگ ایجاد میشه. یا اگر بیماری پروتونئوئیت تی بی بگیره، یعنی بیماری سل پرده یعنی بیماری سل پرده سفاق رو درگیر کنه، تی بی یعنی توبرکلوزیس گرفته و رفت پرده سفاقش رو درگیر کرده. برای درمان آسیت سروزی به بیمار اسپیرینولاکتوم میدهیم که ضد آلدسترون، چون گفت آلدسترونیسم شد دیگه، هایپر آلدسترون شد. بعضی مواقع آسیت عوارضی هم دارد، مثلا یک عفونت به آن اضافه می شود. به این حالت SBP می گوییم، یعنی یک میکروبی مثل اشرشیا کولای وارد ورید پورت می شه و خیلی راحت وارد آسیت می شه و باعث درگیری پرده سفاق می شه که بیمار با تب و درد شکمی مراجعه می کنه. و وقتی ما یه آسید را تب می کنیم می بینیم که تعداد گلوبول های سفید آنها بیش از 500 تا است، بیش از 500 تا است و تعداد PMN هم بیشتر از 250 تا است. پس برای تعیین اینکه آسید SBP پیدا کرده یعنی عفونت کرده یا نه، باید تعداد گلوبول سفید رو بشماریم. گاهی ممکن است آسید از سوراخ‌های دیافراگ وارد ریه شود و پولاریفیشن ایجاد کند. آسید همون چیز بود دیگه، آسید مایعی که اومد داخل اینجا.
چرا اومد؟ چون واز دیلیشن شده، حجم کشیده تو کبد، واز دیلیشن تخریب نشدم. بعد میگه به طوری که نیمی از ریه را آب فرا میگیرد، ممکن است فتق نافی هم ایجاد کند. نیمی از ریه را آب فرا میگیرد. حالت دیگری از عوارض سروز مشکلات کلیوی است. اینا گفت، اینجا گفت هپاتو رنال. خب مشکلات کلیوی است، مثلا بیماری که سروز و آسید دارد و با اولیگوری، که اینجا هم گفت اولیگوریا میگیره و با اولیگوری یا بدون ادرار مراجعه میکند، پس از آزمایش میبینیم که اوره و کراتینش، اوره و کراتینین بیمار بالاست و کاهش از حجم ادرار همراه با آسید شدید و سیروتیک است. این ویژگی ها تحت عنوان هپاتورنال سیندروم بررسی میشوند. چرا بیماران کبدی دچار هپاتورنال میشوند؟ چرا؟ گفته اگر به سیستم رنین آنژیوتنسین آلدوسترون نگاه کنیم متوجه مسئله می شویم. از آنجایی که آنژیوتنسین منقبض کننده عروق است و مریضی که آسیت شدیدی دارد، حجم داخل عروقی وی هم پایین است. وقتی حجم داخل عروقی پایین، چرا داخل عروقی پایینه؟ چون هم رفته تو فرد صفاق گیر کرده. خب حجم داخل عروقی پایین است، وقتی حجم داخل عروقی پایین میاد، جریان خون کلیه کاهش پیدا می کند و گلومرال فیلتریشن ریت هم پایین می آید. با کاهش گلومرال فیلترشن ریت، سیستم رنین آنژیوتنسین آلدوسترون بالا می رود. آنژیوتنسین هم شریانچه های آوران را منقبض کرده و وضعیت را بدتر می کند. شریانچه های آوران را منقبض کرده یعنی چی؟ آوران یعنی وضعیت که اون را منقبض می کنه، وقتی اون منقبض بشه کلیه دیگه، آره، وقتی اون منقبض بشه تازه بدتر می شود. کسالیوم کم میرسه به اونجا تا گرمون رو دوباره رنین ترشه میشه آنژیوتنسین دوباره. نکته اول پری رنال است ولی بعدن رنال میشود و باعث میشود آنژیوتنسین به خاطر کاهش حجم خون بالا رود. یعنی اول مشکل کلیوی بوده بعدن میشه رنال. کلیه در این افراد سالم است، یعنی در صورت مرگ فرد نه کلیوی رو به دیگری پیوند زد و این اختلال مربوط به همودینامیک گردش خون کلیه است به خاطر آنژیوتنسین بالا که عروق کلیه را منقبض میکند. به خاطر چی؟ آنژیوتنسین بالا که عروق کلیه را منقبض میکند. بیماری هپاتورنال بیماری بدی است. مریض بد حال است، درمان خاصی ندارد، بیمار دیالیز را نیز بد تحمل میکند و با پیوند کلیه هم درمان نمی شود. راه تشخیص آن اندازه گیری سدیم ادرار 24 ساعته است، چون با فعالیت سیستم رنین آنژیوتنسین آلدوسترون یا رس جذب سدیم از توبول های کلیه فوق‌العاده افزایش پیدا می کند. جذب سدیم، بنابراین عملا سدیم ادراری از حد طبیعی خیلی پایین تره. پس اگه 24 ساعته ادرارش و سدیم اندازه گیری کنیم میفهمیم که این سیستم داره زیادی کار میکنه. یکی دیگر از عوارض سروز نورولوژیک سندروم یا هپاتیک انسفالوپاتی است. پس هپاتورنال سندروم یه بار دیگه توضیح بده. ببین طبق این چیزی که الان اینجا گفت، abnormality of salt water balance. Most of these originate from the portal congestion and acid formation adjoining chronic liver disease. The abnormality of salt water balance have partly endocrine background. Relative hyperfunction of the RAS. Deficiency of natriuretic factor. All of which cause salt water retention. The limited water excreting capacity and frequently occurring water intoxication. With substantial decrease of serum sodium. اومد پایین. Is probably a consequence of high antidiuretic hormone secretion. Due to elevated tone of hepatic osmoreceptor. The decreased renal blood flow GFR کم شد and decreased renal function contribute to the development of oliguria and it is a basis of picture of hepatorenal syndrome. اینا همه hepatorenal syndrome بود. فهمیدی اینا؟ من تازه اینا فهمیدم. بعد میگه حالا این hepatorenal تموم شد، داره میره سر hepatoencephalopathy. یکی دیگر از عوارض سروز نورولوژیک hepatoencephalopathy تاپیک بعدیه. داره میگه اختلالاتی که در سیستم عصبی است. مریض مشکل کبدی داره ولی گیج و منگ است. اوکی؟ سطح هوشیاری وی پایین است. اختلالات مغزی دارد و یا در کماست. هپاتیک کما. چرا بیمار کبدی هپاتو انسفالوپاتی میگیرد؟
است، چون مواد سمی که باید توسط کبد خونسا شوند خونسا نمی شوند و وارد جریان خون می شوند و روی مغز از سر می گذارن. اینجا هم گفت میره تو برین سل، برین سل می زنه داغون می کنه. بعد میگه یکی از اون مواد که این مشکل ایجاد میکنه آمونیاک است که در داخل روده توسط باکتری هایی که روی پروتئین ها اثر میگذارن تولید میشود، یعنی پروتئین ترانس آمینیشه. این آمونیاک وارد وریده پورتال میشه و به داخل کبد میره. از اونجایی که کبد تخریب شده، آمونیاک میره وارد سیستم جریان خون میشه و هپاتیک انسفالوپاتی را ایجاد میکنه. در این بیماران اگر سطح آمونیاک رو کم کنیم هپاتیک انسفالوپاتیشون درمان میشه. چجوری کم کنیم؟ نمیشه که. پس یه بار دیگه اینجا رو میخونیم. Hepatic encephalopathy that develop in severe generalized liver failure is a complex neuropsychiatric syndrome with the asterisk liver flap flapping tremor. Electroencephalograph abnormality depression and confusion. Confusion and gijo manga depression. The disorder of consciousness and vigilance get worse in a waving pattern, finally reaching the most severe fatal state of coma with complete loss of consciousness. The explanation is likely found in metabolic and detoxification dysfunction of the liver, which affects the function of the brain cell. Okay? It causes maybe hepatocellular lesion. به خاطر hepatocellular lesion. Cirrhosis, hepatitis, hepatic tumor, toxin, CCL4, تمام اینا تولید بشن. Or extra hepatic cholestasis, hereditary disorder, alpha antitrypsin deficiency. اینا همه رسیدن به برین. حالا پس هپاتوسلولار رژن یا پورتال انسفالوپاتی دو مدل باعث چی شد؟ هپاتیک انسفالوپاتی شد. پورتال انسفالوپاتی و هپاتوسلولار لژن قبوله؟ حالا اینجا نگاه کن، دیسفانکشن دیو تو نوروتوکسین. اول آمونیا رو داره توضیح، یعنی آمونیا رو گفت. اوکی؟ حالا بخواد بقیه رو بگه. داره میگه گابا، این هم اینجا من این دیدم. ببینی؟ پس آمونیاک وارد جریان خون شد، رفت تو کبد از بین بره، بعد نتونست، رفت تو خون، رفت به مغز، رسید آسیب زد. البته مواد دیگری هم مثل گاما آمینو بوتیریک اسید، گابا و یا فنوئیل و غیره هم هستند، اما متهم اصلی آمونیاک است. چون وقتی به بیمار ملین میدهیم تا جذب پروتئین ها انجام نشود یا وقتی که آنتی بیوتیک تجویز میکنیم که مانع از فعالیت باکتری های روده ای شود، با کاهش سطح آمونیاک انسفالوپاتی بیمار خوب میشود. اوکی؟ بعد داره میگه بیماران سروزی مستعد انسفالوپاتی کبدی هستند، هپاتو انسفالوپاتی. یک سری فاکتورهایی هستند که فرد را مستعد انسفالوپاتی میکنن که باید آنها را بشناسیم و به بیمار توصیه کنیم که از آنها پرهیز کنند. این فاکتورها عبارتند از مصرف غذای پر پروتئین. آقا نخور، پروتئین آمونیا تولید میکنه، میزنه دهن مغزت سرویس میکنه. اوکی؟ خونریزی های گوارشی، چون خونی که از روده ها رودی که از خونه ها میریزد، چون خونی که از روده ها میریزد پر از پروتئین است. مصرف داروهای ملعف. چی؟ نه بابا، ملعف. مصرف داروهایی که مثل CNS، مثل دیازپام، کلوراسپام یا داروهای خواب‌آور، یوبوست. بیمار باید حتما ملین بخورد تا شکمش کار کند. عفونت‌های مختلف در جاهای مختلف بدن، اختلالات الکترولیتی مثل هایپوکالمیا، آلکانوئید متابولیک، از همه اینا باید پرهیز کنه. بیمار باید غذایی مصرف کند که پروتئین کم داشته باشه اما کربوهیدرات زیاد داشته باشه. عارضه بعدی اشکال در سیستم ایمنی است، چون سلول‌های کوپفر در کبد از بین رفتن و نمی توانند میکروب ها و آنتیژن هایی که از دستگاه گوارش و ورید پورت وارد کبد شده اند را غیر فعال کنند. کوپفر همون ماکروفاژی توی کبد دیگه. آفرین، نمی توانند میکروب ها و آنتیژن های دستگاه گوارش را از بین ببرند. اون وقت WBC ها هم نمی توانند به درستی فعالیت کنند. بنابراین بیمار دچار عفونت های مکرر می شود. در تنفس هم ممکن است هم پولاریفیکیشن به خاطر آسیده شدید بدن، گفت نصف ریه پر میشه، درسته؟ نصف ریه پر آب بشه، اون وقت بهش میگن هپاتو پولموناری سیندروم. اینجا گفته نگاه کن،
هپاتو پولموناری سیندروم یه جا اینجا ها مندم نشته بود هپاتو پولموناری سیندروم، یعنی طرف سیروز گرفت، بعد که سیروز گرفت چه اتفاقی افتاد؟ پولاریفیکیشن تو زد به از دیافراگم رد شد زد به ریه، بعد که از ریه به ریه رسید میشه هپاتو پولموناری سیندروم. اختلال ریه به خاطر افزایش نیتریک اکساید است که موجب وازودیلیشن عروق ریه میشه، بعد باعث ایجاد شانتینگ میشه، یعنی عروق گشاد میشه و فرصتی برای تبادل اکسیژن CO2 باقی نمیمونه و بیمار هایپوکسمیا پیدا میکنه. عروق گشاد که بشه گلوبولون رو ولوه نمیره به چسته به آلوئول، درسته؟ آره دیگه، بعد نازک بشه. اون وقت فرصتی برای تبادل اکسیژن CO2 باقی نمیماند و بیمار هایپوکسمیا پیدا میکنند. در نهایت هم هپاتیک سلولار کارسینوماست که از عوارض مهم سیروز است. بیماری که سیروز دارد باید هر 6 ماه یک بار از نظر هپاتوسلولار کارسینوما غربالگری شود، یعنی با سونوگرافی وجود یا عدم وجود تومور در کبد بررسی شود، یا آزمایش آلفا فتو پروتئین انجام دهیم که مارکری برای سرطان کبد است. آلفا فتو پروتئین. نکته، همیشه توده های کبدی کانسر نیستن، گاهی اوقات ممکن است در داخل کبد یک سری توده های ایجاد شوند که خشک میمن، مثلا همانژیوم عروق کبدی است که در خانم ها شایع است، یک تومور خشک میمن است که بدون درد و علائم است و نیاز به کار خاصی هم ندارد. در خانم هایی که OCP یعنی اورال کانتراسپتیو ضد بارداری مصرف میکنن، آدنوم هایی در داخل کبد ممکن است ایجاد شود که بر اساس سایز باید درمان شوند. همیشه هپاتیک سلولار کارسینوما بر اثر سیروز ایجاد نمی شود، کانسر به خاطر سیروز نیست، عوامل دیگری هم اثرن، به خصوص آفلاتوکسین های ناشی از پسته، بادام، فندق غیر بهداشتی و مواد کپک زده و از دیگر عوامل می توان به کار کردن در کارخانه های لاستیک سازی اشاره کرد که فرد را مستعد می کنند. دهنه بچه من؟ اوکی بمخیم دهنیم بچه را جیغ کشیم، من دیدم خود تو دهنش بود، اعتراف کن، الان اعتراف کن، دیدشم این دیدیم که من خودم خود تو صورت بود بمیرم، قرمونه دارم. یه سی میخواستم دیگم، میدونی چرا ایران را نمیذارن مواد آجیلش های نارا چیز کنه صادر کنه؟ چرا؟ چون سم آفلاتوکسین تو غلات و خاربار ایران زیاده، به خاطر همین سرطانی که بدم تو ایران زیاده. میگه آفلاتوکسین های موجود در پسته، بادام، فندق، غیره بهداشتی به مواد کپک زده. تومورهای متاستاتیک از مشکلات دیگر کبد است، چون خون تمام روده ها از طریق ورید پورت از کبد عبور میکنن. بنابراین اگر بیماری کانسر کولون، معده یا روده یا پانکراس یا هر کانسر دیگری در شکمش ایجاد شود و به اولین جایی که متاستاز میدن آن را درگیر میکند کبد است. آره دیگه، سری خون میرسه به کبد دیگه. پس کبد یک خاستگاه بسیار مهم است برای متاستازهای کانسرهای مختلف، به خصوص کانسرهای داخل شکم. نکته، تومورهای اولیه کبدی نسبت به تومورهای متاستاتیک نادرتر و کمترند. تومورهای کبدی بیشتر در اثر متاستاز از جاهای دیگر به وجود می آیند و ممکن است یکی دوتا باشند و یا ممکن است کل کبد را درگیر کنند و توده های متعددی در کبد ایجاد کنند. یکی از تست هایی که به عنوان تومور مارکر در این بیماران می توانیم اندازه گیری کنیم مارکر CEA است که اگر بالا باشد نشان دهنده کانسر متاستاتیک کبدی است. CEA. البته اختصاصی نیست، ممکن است کانسر در جاهای دیگری هم باشد. در نهایت بیماری که سیروز کبدی دارند، مخصوصا سیروز برگشت ناپذیر، تنها راه درمان وی پیوند کبد است. کبد را از جسد میگیرند و یا از افرادی که زندگی نباتی پیدا میکنند. واقعا دستش درد نکنه این وبسایت. چی بود اسم وبسایتش؟ نوشته دکتر خدادادی.